فرض کنید که ما قرار هست اینترنال رادییشن رو شبیه سازی کنیم و میخوایم اثرات مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی رو داخل زون فلوید و سایر بخش ها مشاهده کنیم. بدین منظور شما باید برید در قسمت مدل و تب رادییشن رو فعال کنید و سپس یکی از مکانیزم های انتقال حرارت تشعشعی رو سلکت کنید. زمانی که این کار رو انجام میدید در تب باندری کاندیشن قسمت ترمال بر روی دیواره های شما گزینه ای به اسم اینترنال امیسیویتی ظاهر میشه که همون ظریف صدور داخلی جسم شماست، اما اکسترنال امیسیویتی مربوط میشه به ظریف صدور خارج، محیط خارجی شما، و همچنین در قسمت رادییشن تمپرچر شما میبایست دمای جسم خارجی که مدل نکردید یا دمای تشعشع فرودی به جسمتون رو وارد کنید. پس همواره دقت داشته باشید که تفاوتی بین اکسترنال و اینترنال رادییشن در نرم افزار انسیس فلوئنت وجود داره و تنها با استفاده از اکسترنال رادییشن شما انگار یک شار یا هیت فلاکس معادل رو روی دیواره خودتون لحاظ میکنید که فرمول کیو هیت فلاکس رادییشن رو در اسلاید قبلی برای شما نمایش داد. دقت داشته باشید که مجموع ابزرویشن کوفیشن و اسکترینگ کوفیشنت ضرب در اپروشیت لنت اسکیل دامنه شما میشه. خب ال اینجا چه پارامتری هست؟ شما فرض کنید در حال شبیه سازی یک کامبوشن انجین هستید. در اینجا ال شما فاصله بین دو محفظه یا دیامتر کامبوشن انجین شما هستش، یا به طور مثال در زمانی که شما قرار هست انتقال حرارت تشعشعی بین دو دیوار ببینید، فاصله بین دو دیوار پارامتر ال شما هست. پس با استفاده از ضخامت اپتیکی یا اپتیکال تیکنس که به صورت وی بوت هست، شما میتونید بین مدل های تشعشعی نرم افزار انسیس فلوئنت یکی رو انتخاب کنید. زمانی که شما دارید از مدل های تشعشعی اینترنال رادییشن در نرم افزار انسیس فلوئنت استفاده میکنید، اگر نیاز داشتید که زون شما در فرآیند مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی شرکت کنه، حتما باید در بخش زون تیک participate in radiation رو بزنید. در صورتی که این تیک فعال نباشه برای زون شما، این زون دیگه هیچ نوع نقشی در مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی نخواهد داشت و شما نتایج غلطی رو ممکنه بگیرید. اما در بخش شرایط مرزی هم برای دیوارهای شما دقت داشته باشید، شرط مرزی وال دو نوع انتخاب وجود داره. دیواره شما یا میتونه اوپک باشه یا ترانسپارنت باشه. در صورتی که شما از اوپک استفاده کنید، به این معنی هست که شما دیواره رو به صورت کدر در نظر میگیرید. زمانی که شما برای شرط مرزی دیواره از قسمت اوپک استفاده میکنید، به این معنی هست هیچ پرتوی اجازه عبور از این دیواره رو نداره، یا به عبارت دیگه شما توانایی عبور رو صرف در نظر میگیرید و دیواره شما فقط میتونه جذب کنه و یا اینکه انعکاس بده. برای حالت انعکاس ما دو بخش رو در نظر گرفتیم. گفتیم زمانی که یک پرتوی فرودی به جسم میرسه، یا میتونه به صورت آینه‌ای رفتار کنه یا به صورت پخشی. خب حالا با استفاده از قسمت دیفیوز فرکشن میتونیم پارامترهای انعکاس آینه‌ای و پخشی رو ست کنیم. زمانی که شما با دیواره اوپک مواجه شدید، همیشه این ستا فرمول رو در ذهن خودتون مرور کنید. شما فرض کنید که دیواره به صورت کدر در نظر گرفته شده، مقداری از این پرتو جذب میشه که توسط این فرمولی که در این قسمت قرار داده شده به دست میاد، یعنی مقدار یا توانایی جذب ما میشه دیفیوز فرکشن ضرب در اینترنال امیسیویتی، و مقدار پرتویی که به صورت آینه‌ای رفلکت میشه یا انعکاس داده میشه از این فرمول به دست میاد.
یک منهای دیفیوز فرکشن. و برای به دست آوردن توانایی انعکاس پخشی ما از این فرمول استفاده میکنیم. فرض کنید شما در تب باندری کاندیشن اینترنال امیسیویتی رو مساوی با 1 قرار دادید. در نتیجه دیواره شما توانایی دیفیوز رفلکتیویتی نداره. چرا؟ چون در اینجا 1 منهای 1 میشه و این عبارت مساوی 0 در نظر گرفته میشه. اما اگر شما بیاین در قسمتی که مربوط به اینترنال امیسیویتی هست شما این مقدار رو 0 در نظر بگیرید، پس دیواره شما توانایی انعکاس پخشی رو داره. نکته ای که با استفاده از این فرمول ها میتونیم به اون برسیم نحوه شبیه سازی یک آینه در نرم افزار انسیس فلامنت. شما اگر توجه کنید زمانی که یک دیواره به صورت آینه اگر بخواد در نظر گرفته بشه، تمام پرتوهایی که داره بهش ورود میکنه با همون زاویه قراره انعکاس داده بشه. برای این کار شما ابتدا باید مقدار یا توانایی دیفیوز کردن دیواره خودتون رو صفر کنید. بدین منظور کافی هست شما در این قسمت دیفیوز فرکشن رو صفر در نظر بگیرید. در نتیجه انعکاس آینه شما مساوی با 1 خواهد شد. همچنین در صورتی که شما دیفیوز فرکشنتون رو صفر در نظر بگیرید، توانایی جذب هم صفر میشه. پس تنها دیواره شما به صورت آینه‌ای تمام تابش‌های فرودی رو انعکاس. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت هست درباره تغییر خواص یا اضافه شدن گزینه به قسمت متریال زمانی که شما از مدل‌های تشعشعی استفاده می‌کنید. اگر در قسمت مدل یکی از مدل‌های رادییشن رو انتخاب کنید، متوجه میشید که در قسمت ادیت متریال یا بخشی که ماده خودتون رو مشخص میکنید یک سری گزینه مثل ضریب جذب، ضریب پراکندگی و ضریب شکست به خواص ماده شما اضافه شده که باید اینها رو برای شبیه سازی درست شما تنظیم کنید. نحوه به دست آوردن ضریب جذب و پراکندگی و شکستم میتونه از مقاله مد نظر شما یا خواصی که در اینترنت برای ماده شما ذکر شده به دست بیاد. خب دوستان، ما مطالب اولیه برای شبیه‌سازی انتقال حرارت تابشی در نرم افزار انسیس فلنت رو برای شما توضیح دادیم. با توجه به این که از مفاهیم گفته شده در این جلسه به کرات استفاده خواهد شد، دیدن دوباره این جلسه توصیه میشه و برای اینکه ما یک مرور کلی داشته باشیم میریم داخل نرم افزار انسیس فلنت و گزینه هایی که با هم دیدیم رو بررسی میکنیم. اگر بریم وارد قسمت متریال بشیم و هوا رو چک کنیم، میبینیم که برای اینجا از اینکامپرسیبل آیدیال گس استفاده کردیم. چرا از بوسنسیک استفاده کردیم؟ وارد درس های اول بشید، مشاهده میکنید که زمانی ما از بوسنسیک استفاده میکنیم که تغییرات چگالی ما اندک باشه. بریم با هم دیگه کانتور چگالی رو مشاهده کنیم. در قسمت کانتور دنسیتی رو انتخاب میکنم و برای فلوید اونو کامپیوت میکنم. میبینید که مینیموم هم 0.3 و ماکزیموم تقریبا 1. خب پس ما با یک تغییر چگالی بسیار زیاد مواجه شدیم و اگر زوم کنیم میبینیم که مینیموم اطراف جسم تابشی ما هست که دمای خیلی بالایی داره. پس اگر دارید انتقال حرارت جابجایی طبیعی رو بررسی میکنید، دیگه توی تشعشع رو سراغ بوسنسیک نرید، چون جوابهای خوبی به شما نخواهد داد. خب دوستان، ما تا به اینجا درباره رادییشن صحبت کردیم، مفاهیم اون رو بررسی کردیم و در ادامه مرور هم انجام بدیم. انشالله در جلسات آتی به سراغ مدل‌های تشعشعی میریم، اونها رو با هم بررسی میکنیم و مشاهده میکنیم که هر کدوم از این مدل‌ها برای چه کاری مناسب هست.